یک گروه از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اولین ربات نقاش در ایران را ساختند. بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قبل از شروع این برنامه علمی اجازه میخوام که یاد بکنم از سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله که به پا خواستند برای اینکه امر معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی رواج پیدا بکنه و خودم رو و همه شما رو توصیه میکنم به این ذکر بزرگ و این اراده بزرگ که هر جایی که هستیم تلاش بکنیم با انجام امر به معروف و نهی از منکر به شکل صحیح اون باعث شکوفایی و اطلاع جامعه خودمون باشیم. با همین مقدمه کوتاه من آغاز میکنم دومین وبینارمون رو از سری وبینارهای گروه روباتیک ARAS که با ایده مشارکت موارد پژوهشی و فراهم ساختن امکان و بستری برای ارائه خدمات اجتماعی به برخی از همکاران و هموطنان در حوزه‌های تخصصی مورد توجه ما کار آغاز شده. ما وبینار اول رو در یک ماه گذشته در حوزه استفاده از هوش مصنوعی در جراحی چشم با اقبال خیلی خوبی از همراهان آغاز کردیم و این به ما انرژی داد که وبینار دوم رو امروز از طریق سامانه دانشگاه در حوزه ربات‌های موازی و کابلی در خدمت عزیزان باشیم. امیدوار هستم که در حدود یک ساعت ما بتونیم مطالبی که فراهم شده رو خدمت عزیزان ارائه بکنیم و بخش پایانی این وبینار به سوالات و جوابهای شما خواهد گذشت. من خواهش میکنم که همراهان و همکاران محترمی که در این جلسه نشست حضور دارن میکروفون خودشون رو خاموش نگه دارن، هر موقعی که لازم دیدن که سوالی انجام بدن هم میتونن از طریق صدا و تصویر اگر خواستن ویدیو خودشون رو روشن بکنن و هم میتونن پیام بدن و به صورت کتبی موارد خودشون رو در واقع داشته باشن. در این حال هر زمان که کیفیت کار ما هم دچار مشکل شد من خواهش میکنم که امیدوارم که نشه ولی اگر شد به ما اطلاع بدید که ما بتونیم اون رو در واقع برطرف بکنیم. و اما بعد موضوعی که امروز در خدمت شما هستیم تحقیقات گروه پژوهشی ربات‌های موازی و کابلی در گروه روباتیک ARAS هست. با توجه به حجم وسیع فعالیت‌هایی که در این حوزه در طی 15 سال گذشته آغاز شده، ما در این یک ساعت خواهیم توانست تنها گوشه‌ای از مطالب رو خدمتون عرض بکنیم. تنظیم شده برنامه به شکلی باشه که هم مخاطبان عمومی بتونن استفاده بکنن و هم مخاطبان تخصصی. من عذرخواهی میکنم برای افرادی که حرفه‌ای این کار هستن و ما ناچاریم از مقدمات آغاز بکنیم و همچنین از همکارانی که تازه به موضوع پیوستن و برخی از موارد فنی ممکنه احتیاج به اطلاعات بیشتری داشته باشه. این اسلاید ها به صورت مکتوب در روی ریسرچ گیت قرار گرفته، تصویر و فیلم این نشست هم انشالله
در آینده نزدیک با ادیت لازم در اختیار شما مانند وبینار قبل قرار خواهد گرفت. با این مقدمه موضوعاتی رو که ما امروز صحبت میکنیم از یک مقدمه کوتاه در خصوص روباتیک و ربات‌های کابلی آغاز خواهیم کرد، به محصولاتی که در گروه روباتیک ARAS در قالب ربات‌های موازی ساخته و پیاده سازی شدن به برخی از اونها اشاره میکنیم، همچنین موضوعات آموزشی که تو این حوزه هست رو بهشون اشاره میکنیم. در قسمت بعدی ربات‌های کابلی رو مورد توجه قرار میدیم. در قسمت بعدی موضوعاتی مربوط به کالیبراسیون و کنترل رو در این سیستم‌ها مورد توجه قرار میدیم و نهایتاً فعالیت‌های جاری و کارهای آینده‌ای که مد نظر هست رو ما خواهیم داشت. امیدوار هستم که بتونیم گوشه‌ای از موضوعات مختلف از جمله طراحی بهینه این ربات‌ها و خصوص ربات دلتا و همچنین معرفی برخی از ربات‌هایی که در جراحی قرار می‌گیرن مورد استفاده قرار می‌گیرن و ساختار موازی دارن رو بتونیم بیان بکنیم و همچنین موضوع ربات آسان نصب کابلی که یک ایده متبحرانه هست که توسط همکاران من تعقیب میشه در حوزه کنترل و کالیبراسیون بخشی از مطالبی که ارائه شده رو بتونیم عنوان بکنیم. از جهت مقدمه عرض بکنم که یک مقدمه کوتاه از گروه روباتیک ARAS بدم. ARAS اکرونیم Advanced Robotic and Automated System هست و همچنین ما افتخار میکنیم که این عنوان یک رودی در پهنه سرزمین بزرگمون ایران هست. گروه روباتیک با بیش از 22 سال سابقه فعالیت علمی زمینه گسترش علم در و فناوری تو حوزه روباتیک رو و همچنین آموزش زمینه‌های مختلف روباتیک رو بر عهده داشته و شاید افتخار ما به فارغ التحصیلان ما هستن که در جای جای کشور میهن اسلامی و همچنین خارج از کشور مشغول توسعه این فعالیت ها هستن. در ضمن خیر مقدم میگم به آقای دکتر خسروی که به ما پیوستن و سایر همکارانی که جدیدن به ما پیوستن. در گروه روباتیک ARAS 5 زمینه فعالیت مرتبط با روباتیک و زمینه‌های مختلف در حال کار هست که عناوین اینها رو مشاهده می‌فرمایید اینجا، اما ما امروز فقط به بخشی از کارها که در حوزه ربات‌های موازی هست خواهیم پرداخت. در گروه ربات‌های موازی و کابلی هدف توسعه فناوری‌های مرتبط با روباتیک هست که از ویژگی خاص ربات‌های موازی استفاده میکنه. این کاربردها هم کاربردهای صنعتی و هم کاربردهای هنری دارن که اشکال برخی از محصولات رو اینجا ملاحظه میکنید. اما چه تفاوتی بین ربات‌های معمول و ربات‌های موازی هست؟ اگر بخوایم اونها رو به صورت کلی دستبندی بکنیم، در اقسام مختلفی تو روباتیک وجود داره، ولی به لحاظ ساختار سینماتیکی شاید بتوان ربات ها رو به سه دسته، ربات های سری، معمول، ربات های موازی که ما امروز بیشتر به اونها میپردازیم و همچنین ربات های موازی کابلی بپردازیم که عملا شاید بشه گفت نسل جدیدی از ربات های صنعتی که ویژگی های بهتری رو بتونه ارائه بکنه در قالب ربات های موازی و همچنین ربات های کابلی قابل بیانه. بحث و گفتگو در این خصوص بسیاره. من مختصر میکنم به یک مقایسه اجمالی بین این ربات ها. عرض میکنم که عملا ربات های سری که شاید همه دوستان با اونها آشنا هستن و در کاربرد های فراوان صنعتی مورد استفاده قرار میگیره، به لحاظ حلقه سینماتیک و ساختار سینماتیکی از یک حلقه باز سینماتیک استفاده میکنه.
این ربات با توجه به اینکه بازوهای آرتیکولیتد و به هم پیوسته داره میتونه فضای کاری نسبتاً بزرگی رو داشته باشه، فعالیت‌های فراوان بیش از 3 دهه یا حتی 4 دهه تو زمینه سینماتیک دینامیک کنترل این ربات‌ها گسترش پیدا کرده، بنابراین به لحاظ مفاهیم ابتدایی و طراحی‌ها نسبتاً فضای کاملی پوشش داده شده و بسیار در صنایع مورد استفاده قرار میگیره. اما محدودیت‌های این ربات و جایی که از این نوع ربات نباید استفاده بکنیم، شاید سفتی یا استیفنس کم این ربات‌ها هست. وقتی حلقه‌ها روی هم قرار می‌گیرن، هم ربات سفتی اون کاهش پیدا میکنه و هم خطاهایی که در ربات در بازوهای ربات ایجاد میشه اینا با هم اکومولیت میشه و جمع میشه. نسبتاً باری که میتونه حمل بکنه نسبت به بار ربات یا وزن ربات خیلی میتونه کمتر باشه و همچنین سرعت‌ها، شتاب‌های خیلی بالا و پرسیژن‌های خیلی بالا رو ما انتظار نداریم. وقتی میگم بالا یا پایین، دقت کنید که ما دقت‌هامون در حد 10 میلی‌متر به راحتی توسط این ربات‌ها انجام میشه، ولی وقتی کمتر از 10 میلی‌متر مورد توجه باشه، ربات‌های سری مورد توجه قرار نمی‌گیره. اجازه بدید یک مثال خیلی ساده برای شما بزنم. اگر یک دست خودمون رو در نظر بگیریم که قطعه ای رو یا لیوان آبی رو برمی‌داره، این کاملا از یه حلقه سینماتیکیه باز و یک ربات سری میتونه دستبندی بشه. اما اگر ما بخوایم نوزادی رو بلند بکنیم، هیچ وقت با یک دست این کار رو نمی کنیم. نوزاد اهمیت داره برای ما و سلامت اون و امنیت اون، همواره این کار رو با دو دست انجام بدیم. وقتی دو تا دست رو به هم حلقه کردیم و نوزادی رو بلند کردیم، این تشکیل یک حلقه سینماتیکی بسته شده و این ساختار رو به فرم ساختار ربات موازی تبدیل میکنه که نمونه صنعتی اون رو اینجا ملاحظه میکنید که دارای یک یا بیشتر از یک حلقه سینماتیکی بسته است. معمولا تعداد حلقه سینماتیکی بیشتر هست. به این ترتیب اگر ما این کار رو تونستیم انجام بدیم، میتونیم وزن بیشتری رو نسبت به وزن متحرک ربات بار بلند بکنیم، به واسطه اینکه میتوان همه قطعات محرک ربات رو در روی پایه اون قرار داد. استیفنس بیشتر، سختی بیشتری و دقت بیشتری رو میتونیم استفاده بکنیم و داشته باشیم. خطاها روی هم جمع نخواهد شد و ریپیتیبیلیتی یا تکرار پذیری و قابلیت اعتماد بیشتر، دو تا شاخصی که در صنایع روباتیک، فناوری روباتیک بسیار حائز اهمیتن، توی این ربات ها بیشتر خودش رو به ما نشون میده و قابل استفاده است. اما همین حلقه های بسته سینماتیکی باعث میشه که ما درگیری قطعات با هم داشته باشیم و فضای کاریمون رو کوچیک بکنه. ممکنه ما نقاط تکین و مسائل سینماتیکی توی سرعت ها داشته باشیم که جای گفتگوش اینجا نیست و همچنین این ربات ها معمولا گران قیمت و سنگین هستن و چقدر خوب بود میتونستیم که یک فضای کاری بسیار بزرگی رو داشته باشیم در عین اینکه محدودیت های ربات سری رو نداشته باشیم. این ایده با جایگزینی بازوهای معمول ربات های موازی با کابل قابل انجام. تناب یا کابل میتونه جایگزین ربات بازوهای معمول ربات های موازی بشه و به این ترتیب به جای اینکه ما هم بازوها بسیار نازک و کوچک خواهند شد، تلاقی اونها و برخورد اونها با هم قابل منیج خواهد بود و همچنین این طول کابل ها میتونن بسیار بزرگ بشن و بسیار بلند باشن. ما از فضاهای کاری 1 متر 2 متر میتونیم به فضای کاری 1 استادیوم ورزشی در حد 400 متر یا 1 تلسکوپ بسیار عظیم و جسه در حد 1 کیلومتر به اصطلاح برسیم و این فضای کاری رو با حذف قطعات سنگین بدنه ربات های موازی قابل اجرا است. البته no pain no gain، حتما مواردی خواهد بود که ما لازم هستش که عملا در واقع هزینه این رو بپردازیم و این هزینه توسط در واقع کابل هست. متاسفانه کابل ویژگی که داره فقط میتونیم باهاش بکشیم و نمیتونیم هول بدیم.
و این باعث میشه که ساختار ما قدری پیچیده تر و مفصل تر بشه و زمینه فعالیت جدیدی رو ایجاد بکنه. حدود 15 سال هست که روی این حوزه خیلی کار شده، کارهای بسیار ارزنده تا حالا انجام شده و ما خوشحال هستیم جزء شاید 10 مرکز تحقیقاتی برتر دنیا باشیم که تو این حوزه فعالیت‌های زیادی رو انجام داده که بخشش رو امروز ما خدمت شما ارائه خواهیم کرد. از این مقدمه که عبور کنیم، ما به ربات‌های ساخته شده موازی ARAS میخوام در واقع بیان بکنم مواردی رو خدمت شما و یک کمی با استفاده از فیلم هایی که اینجا مشاهده میکنید نمونه های از ربات های ساخته شده رو خدمتتون عرض بکنم. ربات اول، البته اینجا ما دسته زیادی از ربات ها رو داریم که به تعجب محدودیت زمان تنها دو نمونه اونها رو خدمتتون عرض میکنم. ربات اول ربات دلتا هست، ساختار بسیار بسیار قابل توجه و تعمدی داره، برای حرکت های پیک اند پلیس استفاده میشه در مقایسه با ربات های اسکارا، ربات های نمونه سری داره استیفنس بالاتر، دقت بالاتر و سرعت بالاتری میتونه باشه. ما تونستیم این ربات رو در آزمایشگاه با 90 پیک پر مینت حرکت بدیم و البته ساختار این ربات به گونه هستش که میتونه فعالیت های زیادی رو داشته باشه. البته من لازم به ذکر که طراحی بهینه این ربات و مواردی که از این قبیل لازم هست رو در مراجعی که خدمتتون عرض می‌کنم قابل بیان هست. نمونه دوم ربات ما یک ربات کروی هست، برای حرکت در یک فضای کره که بسیار بسیار ارزشمنده برای انسان و اون کره چشمش هست. ربات ARAS دایموند که ملقب شده به در واقع الماس روباتیک در گروه روباتیک ARAS، از یک ساختار کاملا موازی یک حلقه بسته سینماتیکی کروی تشکیل شده و برای جراحی های ویترورتینال در جراحی چشم مورد بهره برداری قرار میگیره. این ربات در قالب یک پروژه تل آپریشن میتونه مورد استفاده و اسس قرار بگیره که این موضوع جراحی در گروه سرجیکال روباتیک ما مورد توجه قرار میگیره. اما این ربات اگر بخوام مختصری از ظاهرش عرض بکنم، با استفاده از یک ساختار کروی که همینجا که مشاهده میکنید توی صفحه کروی به اضافه کپستان درایو حرکت‌های مختلفی رو ما میتونیم توی این ساختار داشته باشیم و اینجا در واقع ویترکتور یا ابزار جراحی ویترکتومی رو ملاحظه میکنید که روی این ربات نصب شده و روی بازه سومش حرکت میکنه. سامانه دارای RCM هست و ویژگی‌های جراحی غیر تهاجمی رو برای ما فراهم میکنه. از جمله ساختارهای دیگه‌ای که مورد توجه قرار گرفته، حرکت بازه سومش هست که به صورت دقیق با دقت بسیار مناسب برای جراحی این کار قابل توسعه خواهد بود. و اما این دو نمونه به عنوان مشتی از خروار، اجازه بدید من اینجا بخشی از فعالیت‌هایی که تو این حوزه انجام شده رو خدمتتون عرض بکنم. از مقاله اول که ملاحظه میکنه در سال 2014 روش کار شده، روی روش‌های طراحی دیزاین و در واقع آنالیز دینامیکی سیستم و استفاده از روش گیبس‌اپل متد برای این نوع ربات‌ها استفاده شده. مقاله دوم ملاحظه میکنه که یک کار کاملا بهینه‌سازی هست، بسیار بسیار جذاب هست که مسئله طراحی ربات رو گره بزنیم با یه مسئله بهینه‌سازی و توسط اون بتونیم حد اکثر سرعت عملکرد رو ببینیم. همچنین ربات‌های مختلف دیگه که اینجا ملاحظه می‌کنید، بحث‌های سینماتیکشون، بحث کالیبراسیونشون و بحث‌های ربات رو در واقع کنترل ربات اونها رو مورد توجه و مورد طراحی و پیاده‌سازی قرار گرفته که شما رو تمام این مقالات در دسترس شما هستن روی سایت ما که قابل بیان هستن. قسمت بعدی که من میخوام اشاره مختصری بهش بکنم بحث آموزش هست. ما لازم هست که گسترش دانش بکنیم تو این حوزه و
ما خوشبختانه توی گروه توانستیم با ارائه یک کتاب، شاید یکی از معدود کتاب‌هایی که تو حوزه ربات‌های موازی هست که هم حوزه مکانیک و هم کنترل رو پوشش میده، به اصطلاح عرض تحقیقات خودمون رو در جامعه بین المللی و همچنین داخل کشور توسعه بدیم. این کتاب و جزئیاتش رو در این سایت مورد توجه میتونید داشته باشید و ملاحظه کنید و همچنین درسی هستش که بر اساس این به عنوان ربات موازی انجام شده و ترم گذشته با توجه به شرایط ارائه مجازی این درس به صورت کامل به صورت آنلاین انجام شده و کلیه فیلم های این در دسترستون هست. روی سایت ما مراجعه بکنید و روی این سایت میتونید استفاده از این اطلاعات داشته باشید. اگر اجازه بدید من از اینجا به بعد رو واگذار میکنم به همکار عزیزم سید احمد. سید احمد خلیل‌پور فارغ التحصیل دکترای رشته روباتیک در دانشگاه خواجه نصیر که همچنان به عنوان فریلنسر در گروه روباتیک و همچنین مدیر عامل یک شرکت استارتاپی در حوزه ربات‌های موازی با ما فعالیت میکنه و بخش دوم ارائه رو به ایشون میسپارم. اگر سوالی تا به اینجا هست خوشحال میشم که به نوعی ما رو مطلع بکنید که در پایان بتونیم جوابگو و پاسخگوتون باشیم.